پس از توقف طولانی مذاکرات دوحه، گفتگوها بین آمریکا و طالبان دوباره از سر گرفته شد. دو روز می شود که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به قطر رفته است. آقای خلیلزاد دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان نیز داشته و در پیان گفتگوها میان هیئت آمریکا با نمایندگان سیاسی طالبان دوباره آغاز شده. محور گفتگو اما نتیجه رایزنی های رهبری طالبان روی کاهش خشونت ها. مشوره ها با بزرگای طالبان صورت گرفت، نتیجه انشالله مثبت است. همون نتیجه رایزنی در مورد کاهش خشونت ها را با جناب خلیلزاد شریک می سازند. منابع نزدیک به طالبان می گویند رهبر این گروه روی برقراریاتش بس قطعا توافق نکرده، بل تنها خواستار کاهش خشونت هند به ویژه در شهرها. اما زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته بود که پیش از امضای توافق نامه با آمریکا آتش بس کوتاه مدت برقرار کنند. دا به ډیر مختصر وي، دوی به یوازې د دغه اوربن یا د جنگ کې د شدت د کمښت په اړه، د دې د میکانیزم او نظارت په اړه، او همدارنګه د توافقنامې د نیټې او د توافقنامې د لاسلیک د اعلان او نیټې په اړه دوی توافق ته ورسیږي. حکومت افغانستان هم چشم به نتیجه این دور مذاکرات دوحه دوخته است. ریاست جایی میگوید کابل با واشنگتن روی کاهش خشونت ها از سوی طالبان، تثبیت پابندی این گروه به کاهش جنگ، امضای توافقنامه بین آمریکا و طالبان و آغاز مذاکرات میان افغان ها دیدگاه مشترک دارند. در این مرحله منتظر استیم که جواب طالبان، جواب رسمی طالبان با طرف ایالات متحده آمریکا و پیشرفت مذاکرات بین دو طرف چگونه میباشه. تا هنوزی به صورت مشخص بعد از رفتن هیئت طالبان اعلان نشده. انتظارها از این دور مذاکرات دوحه این است که دو طرف روی آتش بس و امضای توافقنامه تصمیم نهایی بگیرند. آتش بس شرط مهم است و میتونه که یک گام موثرتر باشه و اصلا فضا را باز بکنه به مذاکرات که قرار باشه باید با این دولت افغانستان و طالبان صورت بگیره. وزارت خارجه آمریکا، زلمه خلیلزاد و دفتر سیاسی طالبان این بار از آغاز دور تازه مذاکرات چیزی نگفتند. دور گذشته مذاکرات میان دو طرف در پی حمله طالبان بر فرودگاه بگرام به گونه موقت متوقف شده بود و آمریکا پیشنهاد آتش بس داد.